خب آقای دکتر بفرمایید که یک بانوی از فرانسه دو تا سوال از شما کرده، آمادگی دارین براش؟ ولی آمادگی برای شنیدنش دارم، امیدوارم برای جواب دادنش هم داشته باشم، ولی برای شنیدن حتما دارم. یکیش راجع به چیزه، راجع به این است که آیا شما موافق شدید که به اصل ثروت شاه پی ببرید در جریان تحقیقاتتون؟ نه، جواب قطعیش این است که جواب یقینی قطعا نه. در ضمن این کتاب چاپ دوم کتابتونه. خیلی متشکرم. بله، ببینید، تنها کسی که در واقع میتونه به این سوال جواب بده بعضی از اعضای خاندان سلطنتی هستن که جواب ندادن، با منم حاضر نشدن مصاحبه بکنن. دو سه نفر دیگر هم بودن و هستن که اطلاعات خیلی دقیقی داشتن، من از اونها اطلاعاتی پیدا کردم. توی کتابتون یه جایی گفتین که یک کسی به شما اطلاعاتی داده، یه وکیلی. بله، سه نفر به من اطلاعات خیلی مهم میدادن. یکی آقای مهدی سمیعی بود که به هر حال اطلاعات خیلی خیلی دقیقی داشت. یکی دو نفر دیگه که اطلاعات دقیقی از این مسئله داشتن با من صحبت کردن، ولی گفتن نمیخوان نظراتشون منعکس بشه چون نمیخوان وارد این بحث بشن. و یک کسی، من اینو در کتاب هم منعکس کردم، یه دفعه آمد در دفتر من و یک سری اسناد خیلی جالبی در مورد همون وصیت‌نامه مالی شاه و دعوایی که بین بعضی از کسانی که در وصیت‌نامه ذکر شده بودن، اختلافاتی که بینشون شده بود در اختیار من گذاشت. من از اونها استفاده کردم. اینا بگم که دیگرانی هم بودن که در مورد وضع مالی شاه برای من اسنادی فرستادن که من استفاده نکردم، برای اینکه به نظرم معتبر نبود. مثلا اسم نمیبرم، به کسی که فکر ادعا میکنه که تمام اموال شاه در دستش بود، برای من چیزی نزدیک به شاید 100 صفحه سند فرستاد که اینها همه مربوط به اموال شاه، ولی چون به نظر در اون زمان در موضع معاند شاه قرار داشت و هنوزم قرار داره و اسنادش همه به قول ما ایرانی ها، به قول دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق در ایران، محکمه پسند نبود، من وارد نکردم. ولی چیزایی که وارد کردم همه اسنادی است که محکمه پسنده. ما خیلی جزئیاتش رو میدونیم که کی چقدر باید ببره، کی چند درصد باید ببره، در چه مقطعی شاه تقسیم کرده اموالش رو به مقاطع مختلف و در دوره های مختلف، بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، دقیقا گفته که مثلا هر کدوم از اینا چه باید بشه. شما یادتونه اونا؟ تو کتاب هست، نمیخوام از خاطره بگم که اشتباه بکنم. ولی میدونم بعضی ها مثلا من الان پیداش کردم، نوشته طبق دستور شاه در هنگام فوتش 20% کل سرمایه بنیاد. کدوم بنیاد؟ به چند تا بنیاد شاه ایجاد کرد، میان ورثه تقسیم بشه به میزانی که او خود تعیین کرده بود. دقیقاً. باقی مانده سرمایه میبایست 10 سال پس از مرگ شاه میان ورثه، آن هم تنها در صورتی که هر یک به حداقل 30 سالگی رسیده باشن. بنابر خواست شاه 20% از مایملک به ملکه، 20% به پسر ارشد رضا، 15% به فرهناز، 15% به لیلا، 20% به پسر جوانتر شاه، 8% به دختر شهناز و 2% به نوهش مهناز زاهدی. ببخشید من خوندم چون یادتون نبود. نه، دقیقا نمیتونه. ببین، این جزئیات ما کاملا میدونیم و یه مقداری از شرکت هایی که شاه داشته و میاد تو این بنیاد جمع میکنه، اسامی اونا را من دارم. بعضی جاهایی هم که ملک دارن
اسامی اونها رو هم دارم، مثلا در اسپانیا زمین دارن، در فلانجا ساختمون دارن، ولی اینکه کل اینها ارزشش چقدره و اوراق بهادار و سهام و اینا چقدر داشتن، به یقین اون رو من دانه کردم که میدونم. یه طیف وسیع گفتم که به نظر میاد که از مثلا حدود 100 میلیون تا نزدیک 1 میلیارد که کل چیزه. در مورد یک دو تا از بستگان شاه، خب اونا گزارش های خیلی دقیقی سفارت انگلیس فرستاده که اونها را من ذکر کردم که بگی ما از یه بانکدار میدونیم که فلان کس فلان قد ثروت خارج کرده، مثلا فاطمه فلان قد ثروت خارج کرده یا شمس فلان قد پول خارج کرده، اونها رو سفارت انگلیس. شما فقط نقل فرمودید. من فقط نقل کردم و اونجایی که اطلاع دقیق نیست گفتم این طیف هست، این به نظر میاد این طیف کلیه که حتی اون طیف رو هم بعضی از اعضای خاندان سلطنتی تا اونجایی که شنیدم فکر میکنن که اغراقه، ولی خب یه روزی بالاخره اسناد رو خواهد شد دیگه. به جمهوری اسلامی در این مورد هیچ سندی که عملا رو نکرده. دادگاهی تشکیل شده آقای دکتر به خواست دادگاه دکتر. تشکیل شد. بله من اسناد دادگاه رو پیدا کردم. اسناد دادگاه چون دادگاه علنیه میشه رفت با کمی زحمت پیدا کرد. جمهوری اسلامی ادعا میکرد که شاه مثلا 30 میلیارد دلار پول آورده و هیچ چیزی، یعنی واقعا دریغ از یک سند که بهزاد نبوی هم بعدا گفت. بله واقعا ما تخیل میکردیم. بله تخیل میکردن. دادگاه عملا بهشون میگه که اینا تخیل، اگه سند دارید سند بیارید. الان 35 سال هم گذشته، در این 35 سال هم هیچ سندی رو نکردن. در مورد کل مسائل مالی شاه، سفارت انگلیس و اسناد سفارت انگلیس و سفارت آمریکا خیلی اطلاعات بیشتری داره تو تمام این چیزایی که جمهوری اسلامی تا به حال چاپ کرده. و تا وقتی که سند متقن پیدا نشه خب با یقین نمیشه گفت. من همین طیف کلیشو گفتم و بیشتر از 2-3-4-5 صفحه هم در موردش چیز نکردم. یه قسمتی در بخش مربوط به 1957-8 در اون زمان هم مسئله میزان ثروت شاه خیلی اهمیت سیاسی پیدا میکنه. سفارت انگلیس و آمریکا در اون زمان یک کمیته مشترکی تشکیل میدن که ببینن چقدر شاه ثروت داره. اون گزارش ها رو من پیدا کردم. اونجا اونا تخمینه که در اون زمان میزنن یه چیزی نزدیک به فکر کنم 160 میلیون دلار. کل شرکت هایی که شاه در ایران داشت اسامیشو آوردن، تمام شرکت هایی که شاه درش سرمایه گذاری کرده بود، بعضی از اعضای خاندانش سرمایه گذاری کرده بودن. بعضی از اینا البته بعضی از این شرکت ها بعدها رفت در بنیاد پهلوی و شاه اونها رو به بنیاد پهلوی واگذار کرد. بعد از انقلاب خاندان سلطنتی ادعا کردن که بنیاد پهلوی بنیاد خصوصی بوده، سعی کردن در واقع مالکیت بنیاد رو گفته بگیرن. در اون زمینه جمهوری اسلامی به دادگاه رفت و در اون زمینه برد دادگاه. دادگاه حق به اصطلاح تصاحب بنیاد پهلوی رو که اینها تبدیل کردن به بنیاد علوی و اموال قابل توجهی در آمریکا داشت، مخصوصا ساختمون نیویورک، گفتن اون بنیاد خصوصی نیست، به خاندان سلطنت تعلق نداره و تعلقش به دولت ایرانه که الان زمامش دست همین روحانیونه و واگذارش کردن به جمهوری اسلامی. اونا هم اسمش رو کردن بنیاد علوی و چه بر سر اموالش اومده. الان آقای دکتر اون ساختمونه هنوز از آن جمهوری اسلامیه؟ بله. یه مدتی سرصدایی شده بود در مورد بله. پولهایی که اونجا صرف شده بود. بله وقتی که تحریم ها شد اینا رفتن و FBI اونجا رو گرفت و از برخی از اسنادش هم منتشر کردن، برخی از
کسانی که ازشون پول گرفته بودن، برخی از دانشگاه‌هایی که ازشون پول گرفته بودن، اونها رو منتشر کردم، ولی بقیهش منتشر نشده. تا اونجایی که من میدونم خیلی بخش کمیش منتشر شده. و این هم دوباره در مورد این هم من اطلاعاتی داشتم در مورد اینکه چجوری این ساختمون رو خریدن. در واقع بانک ملی ایران ضمانتش رو میکنه، مطابق خطری برای بانک ایران نداشت، ولی فکر میکنم در اون زمان به 35 میلیون اگر رقم درستی آدم باشه خریدن، که الان خیلی خیلی ارزشش بیشتر از اون. ولی الان همچنان در دست جمهوری اسلامیه. همچنان در دست جمهوری اسلامیه، ولی پولش رو هنوز از آمریکا نمیتونن خارج بکنن. در و همینجا خرج میکنن. بله در اینجا تمام خرج چی میکنن آقای دکتر؟ اینجا خرج کردن. معلومه خرج چی میکنن؟ نخیر. ولی خب بعضی معلومه دیگه، به بعضی از کسانی که مورد علاقه شون هستن کمک میکنن، به بعضی از بورسایی که میدن اینجا، به بعضی از این کسانی که اینجا به هر حال عواملی دارن که تبلیغ براشون میکنن، حتما از بعضی از این پولها از اونجا استفاده میشه. یه روزی حتما از سالش در خواهد اومد و هر کسی که گرفته باید جوابگوش بشه. یک گوشه هایش در اومد، یه دهی در اومد اسامیشون. آیا که این کتاب شما نگاهی به شاه چاپ دومش که در اومده یک عالم سند توش هست، این اسناد بیشتر مربوط به چیه؟ چون خوندنش خودش کلی وقت میگیره، برای همین از شما میپرسم. بله ببینید، اسناد همون که قبلا عرض کردم، اینها برگزیده ایست از این حدود 60,000 سند. حتی شما هم در کنار همش هست. بله یادداشتای منم متاسفانه بله. هست دیگه، اونا رو نمیتونستم پاک بکنم، عینشو گراور کردیم گذاشتیم اونجا. بله ببینید، یک گزیده است از بعضی از سنت ها و مشروحی است از برخی دیگه. قسمتی که مربوط به گوادلوپ هست مفصل ترینه، فکر کنم 15-20 صفحه سند مربوط به کنفرانس گوادلوپه. همه در مورد این کنفرانس صحبت میکنن، ولی کمتر توجه شده که اسناد قابل اطمینان در مورد اون کنفرانس چی میگن. وقتی که بر اون اسناد سعی کنید تکیه بکنید، روایتی که به دست میاد خیلی متفاوت از روایت که معمولا در افواه عمومی رواج داره. یعنی واقعا به ضرس قاطع میشه گفت که این که در گوادلوپ تصمیم گرفتن شاه از ایران بره، این روایت نادرستی. در گوادلوپ دیگه تکلیف شاه روشن شده بوده. یعنی به نظر من میشه حتی به یه نوعی با دقتی روزش رو تعیین کرد که چه زمانی انگلیس و چه زمانی آمریکا تصمیم گرفتن که شاه دیگه در ایران نمیتونه بمونه، و هر دو اینها حدود اکتبر و نوامبر 1978. و بعد از اون میبینیم که شاه خیلی زود بعد از اون شروع میکنه تدارک سفرش رو کردن. و آیا دو پس چگونه است که میگن در کنفرانس گوادلوپ ژیسکار دستان مطرح کرد که شاه باید برکنار بشه؟ خب میگن دیگه، ولی من خودش هم گفته آقای شهنواز یکی از برنامه سازان الان فوت کرده. بله ایشون مصاحبه کرد باش. خب بی خود گفته، ببینید به این معنا بی خود گفته که در وقتی که گوادلوپ شروع میشه زمانی است که مذاکره با باز بختیار به نتیجه داره میرسه و معلوم شده که بختیار نخست وزیر خواهد شد. شرط بختیار برای نخست وزیری بود که شاه از ایران بره، این که دیگه درش شک نیست. از پایان دسامبر در واقع شاه شروع میکنه به اموالش رو به از ایران خارج کردن. دلیلی که شاه دکتر صدیقی رو نمیپذیره به عنوان نخست وزیر، حداقل من دو دلیل براش پیدا کردم. یک دلیل شاید عمده اینه که دکتر صدیقی میگفت شاید باید در ایران بمونه. دو دلیلی که دوباره اسنادش خیلی مبهمه و اون مخالفت انگلیس هاست، که سفیر انگلیس به شاه میگه که شما در این شرایطی که انقدر مذهب داره رواج پیدا میکنه، آیا فکر میکنید کسی مثل صدیقی که آشکارا دلی
دوستی با این نیروهای اسلامی نداره کاندید مناسبیه. و خب اون به نظر میاد که رأیشو زدن. حالا هم بعضی ها از دوستانی که از در کابینه آقای بختیار بودن ادعا میکنن که انگلستان کاملا مخالف بود. من تو اسناد هنوز پیدا نکردم، شاید اسناد جدیدی که تازگی در اومده درش اون باشه، ولی اون نشانش هست که او مخالف بود. یعنی یه ما قبل از گوادلوپ شاه دیگه شاه خودش منتظر نتایج گوادلوپ موند؟ من نخیر، من فکر میکنم، من فکر میکنم در گوادلوپ شاه وزیر خارجه امریکا پیشتر گفته بوده که شاه از ایران داره خارج میشه. بله، خیلی قبل از او گفته. اونجا شاید ببینید اصلا گوادلوپ دوباره خب اصلا به اونها چه مربوط که شاه از ایران خارج بشه یا نشه؟ دکتر صدیقی به شاه میگه، صدیقی میگه شاه به صدیقی میگه که آمریکایی‌ها به نظر میاد که میخوان من برم از ایران، و اون میگه که آمریکایی غلط کردن، با آمریکایی چه ربطی داره، شما پادشاه مملکت هستید، به اونها چه ربطی داره. من یه نواری یه کسی بهم داد، نواری گفتگوی دو تا خبرنگار با شاه در مصر که به لحاظهای مختلف اون هرگز هم چاپ نشده، ولی خیلی خیلی گویاست. شاه میگه که آمریکایی‌ها می‌خواستن ما بریم و جواب تلفن منو درست نمیدادن. از این حرفایی که به هر حال به درستی شاه میزنه دیگه، آمریکایی‌ها سیاستشون خیلی اشتباه بود. این دو تا خبرنگار میگن که همین حرفی که شما میزنید، میگه به آمریکا چه مربوط بود که شما برید از ایران یا نه. شاید اول برمیگرده میگه که خب شما اونا ما فکر میکردیم متحد ما، یارو میگه که من متوجهم شما فکر میکردید متحده، ولی شما پادشاه مملکتی چه از آمریکاییات و حال شاه خوب یا بد مسئول حاکمیت ایران بوده دیگه، نه؟ مسئول حاکمیت ایران بود و رفتن یا نرفتنش دیگه حالا سالیوان به ساعتش نگاه میکنه. به قول آقای درسته که سالیوان از اتاق بنداز بیرون. اصلا قبل از اینکه سالیوان بیاد، وقتی که برای سالیوان آگرمان میخواستن، زاهدی در نامه مینویسی که بهش ندید، این اصلا در ایران وارد نیست، هر جام رفته مسئله ایجاد کرده. شما میگه حالا نمیخواد دعوا با کارتر. آقای دکتر راستی، این درسته که زاهدی به شاه پیشنهاد کرده که من اگه جای شما بودم کلیه این مستشاران آمریکایی رو گروگان میگرفتم؟ من اون رو نشنیدم ازشون، ولی شنید از آقای زاهدی شنیدم که به شاه میگه که هایزر رو کتبسته از ایران خارج بکنید. تقریبا نمونه. بله، جام میگه مکی دیوانه شدی یه چیزی به این مضمون میگه، نه این بدون اجازه شما اومده، شما چرا اجازه میدید که در ایران بمونه؟ و به هر حال دیوانه ها بر تاریخ حکومت کردن. بله، در یه جای دیگه هم میگه، من اینا رو همه رو بر اساس متونی که خود نوشته، مثلا از سفارت نوشته به شاه یا در تهران. اینکه آقای زاهدی دوباره برخلاف این تصوری که در موردش هست خیلی آدم دقیقیه، همه چیز رو یادداشت میکنه. یعنی اگر با شاه رفته صحبت کرده، هم قبلش یادداشت برداشته که به چی به شاه بگه، هم وقتی که برمیگرده یه چیزی نوشته که این مطالب رو همیشه هم با احترام کامل به عرض اعلیحضرت رسوندم. در تمام این سالهایی که من با آقای زاهدی واقعا چندین شاید 100 ساعت مصاحبه کردم و یا لطف کردن اسنادش رو من دادن، یک بار از لفظی جز اعلیحضرت استفاده نمی‌کنه. همیشه میگه ما با اعلیحضرت صحبت کردیم، تو نامه هم چیز میکنه، ولی شگفت انگیز به صراحت می‌نویسه اعلیحضرت فلان فلان. ولی میگه چرا اینو نمیگیری، مکه رو بندازی از مملکت بیرون، هر دو سفارت رو در یه وقته میگه هر دو سفارت رو ببندید. اینا دارن علیه شما توطئه میکنن. شاه دوباره میگه که این حرفا بچگانه است، مگه میشه این کار کرد؟ میگه چرا نمیشه این کار کرد، اینا دارن توطئه میکنن این کار رو بکنید. ولی خب شاه دیگه در حالتی نبود که بتونه این تصمیم رو بگیره. آقای دکتر، شما یه زمانی فرموده بودید که یادداشتای دکتر صدیقی به دستتون افتاده. بعضی از یادداشتاش. بعضی از یادداشتاش.
تو اون یادداشت‌ها صدیقی چه چیزایی میگه؟ یعنی ببینید دکتر صدیقی بر تمام جزئیات دیدارهاش با شاه معلومه که چی گذشته، یعنی من اونا فقط یادداشت‌های خودش نیست، تقویمی است که داشته. بر اساس این تقویم دقیقاً میشه دید که کی چی گفته به شاه، و دوباره بر اساس اون به دقت میشه گفت. برخلاف این ادعایی که میکنن که نتونست وزیر پیدا بکنه، حرفایی که بعضی از سران جبهه در اون زمان میزدن، بعضی از طرفداران جبهه هنوز میزدن که نمیتونست کابینه درست بکنه، نه تنها ترکیب کابینه‌شو داشت، بلکه برای ساعت به ساعت نوشته، برای ساعت به ساعت برنامه چند هفته اول برنامه ریزی کرده. یعنی واقعا به گمان من یکی از برجسته ترین میهن پرست ترین شخصیت های تاریخ معاصر ما همین دکتر صدیقی است. برای اینکه به رغم تمام گرفتاری هایی که با شاه داشت، به رغم تمام تضییقاتی که در اون دوران براش ایجاد شده، دکتر صدیقی حاضر نبود پاسپورت بگیره برای اینکه بره فرزندش رو ببینه. گفت دولت کودتاست، من ازش پاسپورت نمیگیرم. تو دانشگاه کارش رو کرد در تمام مدت مون، ولی وقتی مملکت رو در خطر شما شاگردش نبودین آقای دکتر؟ متاسفانه من شاگرد کوچیک معنویش بودم، کتاباشو خوندم. یه نقدی بر مقدمش بر کتاب ارسطو نوشتم که اصلا شگفت‌انگیز این کتاب. ببینید کتابو 1964 نوشته و ترجمه یک کتاب ارسطوست و این هم ترجمه کرده هم یه مقدمه برش نوشته. اساس بخش عمده کتاب اون مقدمه‌شه. تو اون مقدمه 1964 در واقع شما اونو به دقت بخونید، من به هر حال در مقاله‌ای که در موردش نوشتم اینو گوشزد کردم، داره پیش بینی میکنه که جامعه داره چه جهتی میده و راه حلش هم اینه که باید بریم در جهت یک نگاه اعتدال ارسطویی برای جامعه ایران. بخش عمده حملاتش بدون اینکه یک بار از 15 خرداد یاد کنه. اسم کتاب چیه آقای دکتر؟ ببخشید. سیاست عنوانش هست سیاست مدون؟ نه خیر، آتن، سیاست آتن ارسطو. و یه مقدمه این نوشته که مثلا مقدمهش خودش شاید 100 صفحه است. اصلا شگفت‌انگیزه از جزئیاتی که این مرد در مورد ارسطو میدونسته، در مورد تاریخ ایران میدونسته. شما اصلا که تز دکتراشو نگاه بکنید در مورد جنبش‌های اجتماعی که هنوزم در ایران ممنوعه، میگن چندین ده هزار فیش داره از تمام کتابایی که خونده. کسانی که بخت شاگردیشو داشتن، من متاسفانه هرگز این بخت رو ندیدم. شما هرگز هم ندیدینش؟ از نزدیک هرگز ندیدم متاسفانه. ولی میگم ایران بودین اون موقع نه؟ بله اون موقع ایران بودین دیگه. بله من اون موقع ایران بودم. من از 1975 در ایران درس میدادم، برای البته یه سال و نیم. چند سالتون بود درس میدادین؟ من 25 سالم بود شروع کردم درس دادن. دکتراتون هم گرفته بودین؟ بله دکترام گرفته بودم، برگشتم ایران در دانشگاه ملی اون زمان. چطور 25 سالگی شما دکترا گرفتین آقای دکتر؟ بله. بعد در دانشگاه تهران هم درس میدادم. دکتر عنایت منو برد اونجا پارت تایم، بعد افتادیم زندان. یه نذاشتم بریم دانشگاه. بعد از انقلاب رفتم دانشگاه تهران. اون زمان دکتر صدیقی بود. تو دانشکده حقوق یکی دو بار جلسات استادا بود، من میدیدمشون اونجا بودن، ولی ارادت حضوری و شخصی بهشون نداشتم، ولی ذکر خیرشون رو از شاگردای خیلی خوبشون شنیده بودم، از کلاسایی که درس میداد، از نوع سلوکش، از بزرگمنشی و سعه صدرش. بلکه کارشو خوندم، هم کتاب تزشو خوندم، هم این یادداشتش رو بر این کتاب چیز، و یه مقاله در موردش نوشتم تو همین یکی از این کتابایی است که به اسم دکتر صدیقی و مسئله تجدد. یعنی برخلاف این چه که همه میگن، واقعا دکتر صدیقی از 1964 میدونست که یه خطری این چنینی، یه نوع حکومت ایدئولوژیکی که الگوش
نه اعتدال، نه ایرانه، بلکه یه چیز دیگریه، یک خطر بالقوه برای ایرانه و در فکر یک راه حل بود و کتاب ارسطوش به گمان من یه نوع الگوی راه حل. با شاه در ارتباط نبوده اون زمان؟ با شاه؟ بله. نه با شاه هرگز ملاقات نکرد. اطلاع بده. در اون زمان هرگز ملاقات، تنها رابطه غیر مستقیمی که با شاه داشت این بود که دکتر صدیقی در اون جایی که احسان نراقی در دانشگاه تهران، در دانشگاه مرکز مطالعات، اونجا جامعه شناسی اونجا بود، یه ریاست افتخاری اونجا رو داشت که واقعا تمام وجهه اونجا از آن او بود، از او بود. و بعد که خیلی آدم های درجه یکی رو هم اونجا تونست نراقی جمع بکنه، از احمد اشرف بگیری تا خیلی دیگران، کشاورز صدر، اینا آدمایی بودن که اونجا واقعا کارهای جدی داشتن میکردن. حتما هرچی که میگفته شاید از طریق نراقی به گوش دولت هم میرسیده، ولی نراقی هم در اون سالها زیاد مورد توجه شاه نبود. نراقی فقط در اون ماهای آخر یک کمی، بله، میره پیش شاه اینا، کتابش هم نوشته. اتفاقا چون من بعضی وقتا باش ملاقات میکردم، چند دفعه باش مصاحبه کرده بودم، میامد بر من میگفت، اون موقع من تهران بودم، آقای دکتر حالا اگر دکتر صدیقی در ایران نخست وزیر میشد و شاه هم شرایطش رو قبول میکرد، ایران الان چه رنگی میتونست داشته باشه؟ قابل تصور هست؟ والا من فکر میکنم اگر امکانه اینکه ایران یک حکومت مشروطه دموکراتیکی میشد وجود می داشت، میگم این اگرش با چند تا خط زیرشه که چیزها رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به گمان من تاریخو با اگر مگر نمی نویسن، اگر مگر نمیشه، ولی اگر بشه تصور کرد که ایران یک مسیر متفاوت می داشت، شخصی مثل دکتر صدیقی بود با کفایت او، با صلاحیت او، با میهن پرستی او، با صلابتش واقعا، با صلابتش، و اینکه نه یک بار از یکی از دستگاه‌های دولتی حق مشاوره گرفته بود، نه یک بار یک چیز خاصی ازش مخالفینش داشتن. تو یکی از اسناد نمیدونم کجا بود که میگه که وقتی که اعلام شد که شاید این بیاد، حتی آیت الله خمینی هم از حمله بهش ابا داشت و ابا نکرد، حمله نکرد، یعنی میدونستن که این کسی نیست که بهش بشه حمله کرد، ضربه پذیر نیست، یه وجاهت ویژه خودش رو داشت. هنوزم ادامه داره، هنوزم، هر روزم به گمان من بیشتر خواهد شد و روزی که اسناد در بیاد و همه این مسائل بیشتر روشن بشه، به گمان من از چهره هایی است که تاریخ ایران بهش دین فراوانی خواهد داشت. آقای دکتر وقت ما تموم شد، حیفه که تموم شد. خیلی ممنون ازتون، موفق باشید. از شما متشکرم. شب و روزتون خوش، تا هفته آینده. امیدوارم.